درود و سلام به هزار چهره‌ای های عزیز. امروز می‌خوایم زندگی و حواشی بازیگری رو نقد و بررسی کنیم که خانواده‌اش و خودش خیلی سختی کشیدن تا به 51-2 سالگی برسه. هرچند حضور فعلی ایشون توی سینما و تئاتر و رادیو بیشتر مدیون یه خانم روستاییه که ایشون رو از فکر خودکشی با کیش کردن چند تا مرغ و خروس نجات داد و به زندگی برگردوند. شبنمی که 20 اندی سال بعد از اقدام جنون‌آمیزش بعد از حادثه تروریستی کرمان، کسانی که در اقصا نقاط جهان مرگ می‌آفرینند رو لایق لعنت خدا دونست. علیرضا آرا در سال 83 با شبنم ازدواج کرد و 3 سال از همسرش کوچیک‌تره. آرا گفته ما تو مراحل آشنایی توافق کردیم بچه دار نشیم. به خاطر همین این زوج مشترک که خدا رو شکر همدیگر رو ترک نکردن، وقتی تو خونه تنها میشن بیشتر تو اتاق مطالعه با همن تا جاهای دیگه. شبنم توی بچگی انقدر شیطون و به قول خودش بد بود که خانواده‌اش رو مجبور کرده بود برای تخلیه انرژیش به کلاس‌های بازیگری و داستان نویسی و چیزهای دیگه بفرستن تا بلکه یه لحظه بشینه سر جاش. این راهکار پدر مهندس برقش و مادرش که کارمند دانشگاه تهران بود جواب داد و شبنم بدون اینکه برخلاف خیلی از همسنفیاش عملی بشه یه بازیگر فوتوژنیک موفق با 2 سیمرغ بلورین شد. شبنم در خصوص نیاز بینیش برای عمل گفته که جهان بینی من متفاوته و به خاطر همین دست بهش نزدم. فراموش نکنیم که یکی از دلایل موفقیت ایشون تو عرصه صدا پیشگی تو دلی بودن و تو دماغی نبودن صدای ایشونه. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد. کسی که به خاطر روحیه هیجانی و فعالش توی برنامه همرفیق از شهاب حسینی خواست تا بره و با خواننده ها یه دهن بیاد. همین امر باعث شد که این بخش از همرفیق، رفیق نیمه راه بشه و از نماوا حذف بشه. این بازیگر که خودش به لباس این و اون گیر میده و بنا به ظاهرش خیلی جوان میزنه، متولد سومین روز سال 1351 و توی سن 50 سالگی از او و چندین بازیگر زن دیگه به خاطر جریحه دار کردن عفت عمومی و از این چیزا به خاطر نوع پوشش شکایت شد. این طرح شکایت با واکنش‌های مثبت و منفی زیادی تو شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها روبرو شد و در آخر توسط قوه قضایی مردود شد و معلوم شد نوع لباس ایشون اونقدر هم عفت رو به هم نریخته بود. شکایت شبنم از طرز لباس پوشیدن یه آقا هم توسط محسن کیانی رد شد. منتها ایشون یه نکته گفت که شنیدنش خالی از لطف نیست. به دلیل خانش و کنششون اینا پلاستیکیان خانم، هرچی که باشن به هر حال افه اونو وقتی داره اشکال ایجاد میکنه در ذهن و به ما اجازه میده که فکر کنیم میتونیم یه ایبونی رو بکشیم، لباسشو تنش لباسش پوستش رو تنمون کنیم. عصبانی شد. آب بیارم براتون؟ نه خیلی ممنون. این چهره هزار نقش علاوه بر احترام بر حق حیات حیوانات به مسائل اجتماعی و طبیعی هم میپردازه و اینستاگرامش رو به جای پر کردن از حواشی بیشتر به بهبود مشکلات فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده. اجرای نمایشنامه خوانی به نفع زنان بی سرپرست، کودکان سرطانی و زلزله زدگان و در کل نیازمندان و عضویت در بنیاد خیریه برکت از دیگر رویکردهای دلی این بازیگر کم‌حاشیه است. دروغ میگم؟ من نمیفهمم چی طوری است که شما یخت از این آقا غفور یاد نمیگیری. حالا بریم یه نگاهی به کارنامه این بچه شیطون بندازیم. پیش از اون اگه هنوز عضو کانال ما نشدین لطفاً سابسکرایب کنین. اگه دنبال زندگی و حواشی کسی میگردین برامون کامنت کنین تا در اولین فرصت ویدیوشو براتون بسازیم. همونطور که گفته شد توی کودکی ناگزیر بود که به کلاس‌های بازیگری و نویسندگی بره. شبنم در حین این که توی دبیرستان علوم تجربی می‌خوند با گروه کودک رادیو آشنا شد و کم و بیش یه کارایی هم کرد. پس از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه میشه و به خاطر علاقه‌ای که کلاس‌های داستان نویسی کودکی براش ایجاد کرده بود ادبیات می‌خونه. خانم مقدمی مؤدب که الان دیگه کارشناس ادبیات شده به خاطر علاقه‌اش پیرامون سینما و تلویزیون و تئاتر میره سراغ فیلمنامه نویسی تا بلکه بتونه به همه علایقش یه جا دست پیدا کنه. ایشون بعد از گذروندن کلاس‌های فیلمنامه نویسی تو حوزه هنری نهایتاً اون چه باید رخ میده و توی مدرسه بازیگری مرحوم امین تارخ ظاهراً به آرزوش میرسه.
توی همین سالها بود که با یکی از دوستاش رفت سد کرج و با این حجم نداشته، با این حجم تلاش بی ثمر، خب بهتره که به این زندگی کوتاه سراسر باخت خاتمه بدم. چشمم رو بستم، نفس عمیق کشیدم، تپش‌های قلبم رو توی گوش خودم میشنیدم و منتظر اون لحظه مرگ آفرین جنون آسا بودم که اون کار رو انجام بدم. اون لحظه ایجاد نمیشد، اون حس به وجود نیومد. چرا؟ نمیدونم. شاید چیزی در درون من بیشتر مایل به زندگی بود تا مایل به مرگ. به همین دلیل به صدای دوستم که از پایین صدام میکرد که بیا بریم دیر شده، جواب دادم که الان میام. احتمالاً تو اون لحظات داستان خودکشی صادق هدایت و سقوطش تو رودخونه‌ای در فرانسه داشته از ذهن این کارشناس ادبیات می‌گذشته. شبنم که ما بیشتر با دیدنش لبخند روی لبهامون میاد، بالاخره اون روزهای سرد و افسرده رو با دیدن زنی روستایی با لباس‌های رنگی زیبا پشت سر می‌ذاره و همین باعث میشه شبنم در دریا محو نشه. وقتی دوستش صداش کرد، با قایق از دریاچه رفتن اونور و وارد روستای واریان شد. همینطور که تو جاده خاکی روستا قدم می‌زدن، یه دفعه زنی رو می‌بینه که به خاطر سرما چند لباس رنگی روی هم پوشیده و با لبخند داره مرغ و خروساشو کیش می‌کنه که برن تو خونه. همین میشه که بغض شبنم میترکه و خودم رو گذاشتم جای اون زن و از منظر او به زندگی نگاه کردم. اون شاعرانگی منو برگردون به زندگی، بغضم ترکید و گرهی که در من ایجاد شده بود ناگهان از من خارج شد، از وجود من خارج شد و برگشتم به زندگی. همه چیز و همه شرایط همونی بود که بود. من بودم که باید در خودم و در پیرامون خودم، در جهان پیرامونم تغییر رو ایجاد میکردم که بسیار سخت. از خودم شروع کردم، شروع کردم به خودسازی. اواسط دهه 70 این زن متحول شده با عضویت در گروه تئاتر شایا وارد حرفه نمایش شد و با نقش آفرینی های متفاوتش توی اجراهایی مثل زائر و باغ مرگ و ترمینال به ستاره نوظهوری در تئاتر تبدیل شد تا بتونه دوبار هم به عنوان بهترین بازیگر زن تئاتر در سالهای 84 و 87 نام بگیره. علاوه بر اون دوتا سیمرغ و این دوتا جایزه‌ای که برای تئاتر گرفت، 7 تا جایزه دیگه به عنوان بهترین بازیگر کمدی هم از جشنواره‌ای مثل حافظ و غیره گرفته. همزمان با تئاتر کار در رادیوهایی چون رادیو جوان و ایران و فرهنگ رو با برنامه‌هایی مثل هفت شنبه، سه شنبه خط خطی و هفت ترانه آغاز کرد. هوای گریه در این ایستگاه سنگین است. شبنم توی همون سالهای دهه 70 با فیلم زخمی به کارگردانی قدکچیان رو پرده سینما رفت و با فیلم به نام پدر ابراهیم حاتمی کیا توی سال 84 به دنیای سینما قشنگ معرفی شد. بعد از اون تونست با نقش آفرینی در ژانرهای مختلف کمدی و درام و تاریخی و غیر و زالک خودش رو روز به روز بیشتر ثابت کنه تا لقب هزار چهره رو علاوه بر ما از اهالی سینما هم دریافت کنه. زنه سدن دختر ترک ترکمون زده است براشون بده اون وقت. خب لباسو که پوشیدم گیریم شدم شروع کردم حرف زدن، هیچ کدوم بچه ها دیگه قابل کنترل نبودن و به طرز عجیبی من برای همه خنده‌دار بودم. من هستم و میریزم ایستونی. من هستم، منو بیبی. دائم داشتن میخندیدن. گفتن خب باشه کنترلش میکنیم که نخند. و واقعا غیر ممکن بود. تا هزار چهره ای دیگه، بدرود.